رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين الموقر: نحن أطفال غزة من وسط الركة ومن قلب غزة الحبيبة، وفي ظل هذه الحرب ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل نستصرخكم لنناشدكم بعد الله. Максим! Стойте здесь! Азиза позови! Скажите, пожалуйста, где попали в плен? Какая бригада вы все? Добровольно сдались? Да. Оказывали какое-то сопротивление? Нет. А почему сдались? Войдите все. Thank you.
غزه مدينه توصف بانها مدينه بطبقتين. غزه شهری دو یا چند طبقه‌ای، شهری نفوذ ناپذیر برای بیگانگان. حفرت المقاومه الفلسطینیه انفاقها، نیروهای مقاومت تونل ها رو در چند طبقه ساختند. به نظر می رسد هدف واقعی ایجاد این تونل ها حفظ توان نظامی و کمترین خسارت در جنگ است و یکی از علت های اصلی این دست اون دست کردن نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای آغاز عملیات زمینی وجود همین تونل هاست. اتاق فرماندهی عملیات در همین تونل های هزار توی غزه است. همچنین اورژانس، اتاق عمل و انبار سلاح. شبکه‌ای از تونل‌های به هم پیوسته همه مناطق غزه را پوشش می‌دهد. مدیریت جنگ‌های گذشته از همین جا فرماندهی می‌شد. گفته می‌شود محمد زیف مهندس تونل‌های غزه است و او زمینه ورود نیروهای مقاومت را به داخل سرزمین‌های اشغالی چندین بار فراهم کرده است. Military supplies coming into Gaza by destroying the tunnels. این روزها رسانه‌های صهیونیستی برای کاهش فشار افکار عمومی در داخل رژیم صهیونیستی جدیدترین روش‌های از بین بردن تونل‌ها را برای صهیونیست‌ها به نمایش گذاشتند. ارتش رژیم صهیونیستی هم مدعی است نیروهای حماس عمدن ورودی و هواکش‌های تونل‌ها را زیر ساختمان‌های مسکونی و بیمارستان‌های غزه قرار داده است. اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد نیروهای مقاومت ورودی‌های تونل را در زمین‌هایی قرار دادند که هیچ بنایی در آنجا نیست. تونل‌های غزه پس از به قدرت رسیدن حماس در سال 2007 دو برابر شد که حدود 1300 تونل به طول 500 کیلومتر است. اندیشکده آمریکایی رند در گزارشی اعلام کرد اسرائیل یک بار در جنگ 2014 حمله زمینی به غزه برای از بین بردن بخش‌هایی از این تونل‌ها را آغاز کرد، اما با چالش‌هایی در شناسایی، جنگیدن و تخریب آنها مواجه شد.